وزیر مسکن و شهرسازی ایران میگه 18 میلیون ایرانی بد مسکن هستن. به نظر شما چطور میشه مشکل مسکن رو در ایران حل کرد؟ برای شرکت در برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا از طریق تلفن، فیسبوک، اسکایپ، توییتر، پیامگیر برنامه 202-382-7205 در ساعت آینده میتونید شرکت بکنید. سلام، مسعود سفیری هستم با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا در مورد 18 میلیون بد مسکن به تعریف وزیر شهرراه و شهرسازی در ایران. بد مسکن به کسانی میگن که فضای کافی و مناسب برای زندگی در اختیار ندارن. البته تعریف دولت از بد مسکنی با تعریف کارشناسان از این مشکل و موزل اجتماعی و اقتصادی متفاوته و تفاوت‌های اساسی داره. به نظر شما چطور میشه مشکل مسکن رو در ایران حل کرد؟ آیا کمک بخش خصوصی نیازمنده یا که باید مناسبات تغییر کنه بافت‌ها؟ به نظر شما آیا اگر که شما جز اون 18 میلیون بد مسکن تلقی میشین که وزیر راه گفته 11 میلیون حاشیه نشین و 7 میلیون در داخل شهرها در وضعیت نامناسبی به سر میبرن، بیاین بگین چرا و این چه انتظاری دارین از کدام نهاد؟ اما دولت میگه خط فقر مسکن در تهران برای هر نفر ماهی 133,000 تومان و در استانهای سیستان و بلوچستان، ایلام، البرز به ترتیب 80,000 تومان، 36,000 تومان و 96,000 تومانه، در حالی که متوسط اجاره بها یک آپارتمان یا یک خونه یک اتاق خوابه در این استانها به ترتیب 500,000 تومان، 120,000 تومان و 220,000 تومانه. بنا به گزارش های رسمی یک سوم مردم استان بوشهر، کرمان و خوزستان در وضعیت فقر قرار دارند. حالا سوال اینه که چگونه میشه این مشکل رو حل کرد؟ این آمار تکان دهنده 18 میلیون بد مسکن در ایران، پرسش اساسی که در سالهای اخیر هم وجود داره. حتما میدونید پروژه های بسیاری در زمینه مسکن در ایران اجرا شده، به ویژه در زمان آقای احمدی نژاد و سخنگوی دولت آقای احمدی نژاد برای حل موزل مسکن، راه حلی که یکی از راه حل هایی که ارائه داده بود آقای غلام حسین الهام گفته بود که کاش مثل میوه میشد از خارج وارد بکنیم، همه چی رو میتونیم وارد بکنیم. پروژه مسکن مهر به گفته بسیاری از کسان، به ویژه کارشناسانی که بعدها در دولت آقای روحانی سر کار اومدن، وزارت مسکن و شهرسازی در مکانیابی، سرمایه گذاری و تحویل به هنگام به متقاضیان پدیده شکست خورده بوده و موفق نبوده، به همین دلیل موجب یک بحران در مسکن شده. بحث دومی که پیش آمده این هست که در اثر تحریم ها، افزایش نرخ دلار و فرار سرمایه و در واقع جابجایی سرمایه در بخشی از بازار ایران، مسکن با بحران رکود روبرو شده و این بحران رکود اگر ادامه پیدا بکنه میتونه 150 شاخه صنعتی رو هم تحت تاثیر خودش قرار بده. وقتی مسکن به حرکت در بیاد میشه بسیاری از مشکلات رو حل کرد و کارآفرینی کرد. بنابراین فقط این نیست که کسانی بدون مسکن هستند، در واقع کسانی که بدون مسکن هستند، زمانی بدون مسکن داریم کسانی هم هستند که بیکارن در اثر اینکه بخش مسکن حرکت نمی‌کنه و دچار رکود شده. اجازه بدید سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی. در شبکه‌های اجتماعی دیدگاه‌ها کاملا متفاوته. البته مثل همیشه این نظر وجود داره که مگه چی درسته که حالا مسکن درست باشه، اما مهمترین نکته این هستش که وقتی در مورد مسکن فکر میکنیم به این هم فکر کنیم که چه تبعاتی میتونه داشته باشه.
علی برامون در فیسبوک نوشته بعضی از تعاریف از جمله بدمسکن به فرهنگ اون ملت مربوط میشه. اگر در بعضی از ملت‌ها به این شیوه زندگی میگن بدمسکن، برای خودشون صدق میکنه. بله، یک بخشی از مسئله مسکن مسئله فرهنگی میان ملت‌های مختلف، اما استانداردهای جهانی در این مورد تعاریفی دارن که امیدواریم در ادامه برنامه بتونیم به اون بپردازیم. رضا از ازنا هم روی خطین، بفرمایید. سلام، سلام آقای خطری. سلام بر شما، بفرمایید. وقت شما بخیر. آقای خطری، امروز امشب یک گزارش هم نداشتید، خودتون گزارش دادید ها؟ نه، ما اطلاعاتی رو که نیاز داشتیم روی صفحه در واقع به صورت پی در پی نمایش میدیم. در واقع سفیری، اگر بخش مسکن تو مملکت ما فعال بشه، ما صنعت منقابی زنه میدونم چیزا منقابی ده، اگر بخش صنعت مسکن ما فعال بشه، قشر زیادی از مملکت ما هم سر کار میرن. بله. از همون جایی که آهن تولید میکنن یا موزاییک و سرامیک تولید میکنن و حمل و نقلش تا جایی که معماری که به کار میبرش، اینا هم کار دارن. حالا دولت هم خیلی داره تلاش میکنه که بخش مسکن با وام 60 میلیونی فعال کنه. بعد حالا مسکن مهری که در شهر ما ساختنن نزدیک به 300-400 واحد آی سفری ساختن، دو طبقه و سه طبقه. بله. خب این از لحاظ مهندسی واقعا اون چیزی که باید کار کنن کار نکردن، یعنی شاید پیمانکاراش ازش ورداشتن، حالا از سیمانش، از آهنش، از مسائلی که نمیدونم، مهندسا شاید اون تحویلشون، مهندسی تحویل نمیگیرن، مهندسی ساخته نشده. حالا 300-400 واحد ساخته شده، نه مکان آموزشی داره، یه مدرسه یا یه مهد کودک یا یه درستان نداره، مکان بهداشتی نداره، یعنی درمانگاه یا خانه بهداشت رفاهی نداره، پارک نداره. چقدر از مرکز شهر دوره؟ الان چیزی که ساختن تقریبا شاید 1-2 کیلومتر از مرکز شهر دوره. آی سفری، تازه الان امسال پاییز داشتن کوچه ها و خیابوناشون اسفالت میکردن، سرویس هم نذاشتنن براشون. یعنی الان شهرداری مثلا یه واحد اتوبوس یا مینیبوس یا تاکسی ها ندارن، کسایی که اونجا زندگی میکنن اگه خودشون ماشین دارن میتونن بیان و برن، اگه ندارن یا باید با آژانس بیان که درآمدشون اونقدر زیاد نیست که هر روز بتونن با آژانس بیان و برن، یا باید پیاده بیان و برن. تقریبا 2 کیلومتر هم شهر از شهر دوره. و ضرری که به شهر ما زد آقای صفحه، زمین این زمان طاغوت شاه خریده بودن به نام فرودگاه، چون از ما وسط علی گودرز و درود از 10 کیلومتر با علی گودرز فاصله داره، 30 هم با درود فرودگاه بوده. این شاید در آینده میشد یه فرودگاهی برای شهر، همون زمینان گرفت میکردن چون مسکن مر و فرودگاه هم از دست همون. یعنی زمینی که برای فرودگاه اختصاص داده شده بود و طبعا خارج از شهر هم میتونه باشه، با توجه بله. به اینکه ازنا احتمالاً بله. رشد کرده در سالهای بعد از انقلاب، در داخل شهر قرار بله. گرفته و اختصاص داده شده به مسکن مر. اصلا تو شهر نیست. الان ما های سفری نزدیک 2-3 کیلومتر از شهر ما فاصله داره. ولی کلا این زمین رو من یادم هست، بچه بودیم به نام فرودگاه بود، بهشون گفت میدان تیاره هلیکوپترها زمان شد چقدر میومد اینجا منشستن، چون شرکت نفت داشتیم سوختگیری میکردن میرفتن. ولی اون زمین الان متاسفانه شدن مسکن مه و من مطمئنم که شاید هیچ وقتی نتونم دولت یا نیان تو ازنا یک زمینی بخرن برای فرودگاه. یعنی فرودگاه شاید در آینده همونطوری که میگن آب نه کم مصرف کن بمونه برای بچه‌مون، ما هم دوست داشتیم بمونه برای بچه‌مون بشه فرودگاه، که نشد. بله، حالا مسکن مهر که ساخته شده نهای سفری میگم خب فضای آموزشی و رفاهی نداره. ممنونم رضا، ممنونم که اومدین روی خط. نوری از تهران، آقای نوری بفرمایید روی خطین. لطفا صدای تلویزیونتون هم کم کنید. سلام آقای سفری. سلام بر شما. حال شما. ممنون، بفرمایید. خوب هستین آقای سفری. آقای سفری، ما هیچ مشکل مسکن نداریم تو کشورمون. بله. ما هیچ مشکل مسکن نداریم، همه خونه دارن. بله. هیچ مشکلی هم نیست. شما چرا میگین ایران این همچه مشکلی هست، خونه ندارن؟ شما خبرها رو دنبال میکنید؟ خبرگزاری خبرها رو شما دنبال میکنید؟
بله خبرها رو من دنبال میکنم. شما تشریف ببرید به خبرگزاری، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، شما تشریف ببرید به خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که خبر آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی رو روز شنبه منتشر کرده. ایشون در جمعی که سخنرانی میکردن گفتن که در 17 همایش بین المللی حمل و نقل ریلی سخنرانی میکرد. ایرادی نداره، ایرادی نداره، ایرادی نداره. شما ساکن تهران هستین، خودتون مسکن دارین؟ بله من خودم مسکن دارم، من همه رو میشناسم، از خیلی ها سوال میکنم، همه راحت زندگی میکنم. بمونین روی خط، یعنی برنامه رو در واقع دنبال بکنید تا ببینیم که نظر سایر بینندگان چیه، آیا مشکل مسکن هست در ایران یا خیر. بهرام از اصفهان روی خطین، بفرمایید. الو، سلام، خسته نباشید. ممنون، بفرمایید. حال شما خوب آقای صفدی؟ ممنون، بفرمایید. خوز میخوام، همین آقایی که الان زنگ زده، آقای نوری، گفته ما مشکل مسکن نداریم، یکیش منم که الان مشکل مسکن دارم. آقای صفدی، با 700 آیله 800 تومن حقوقمه، ما 1,000,000 تومن کراخونه دارم میدم. 57 سالم سنم است، 700 تومن کراخونه رو دارم میدم، 300 تومن آب، برق، گاز و شارژ راپله، همه اینا رو من دارم میدم، درآمدی هم ندارم. این آقا نفسش از جایی گرمی داره بلند میشه، این آقا وضعیتش خوبه، این آقا نوخور جیر خور جمهوری اسلامی. آقای بهرام، اجازه بدین که از شما سوال بکنم. به نظر شما که درگیر این موزل هستین، وظیفه چه نهادی این مشکل رو حل کنه؟ آیا بخش خصوصی اگر که با اجازه دولت بتونه بیشتر فعال بشه، شما میتونی صاحب خونه بشین؟ واقعا خودتون چی فکر میکنی؟ چه جوری میتونی صاحب خونه بشین؟ به خدا قسم، به ولای علی، چندین جا رو من ثبت نام کردم، زمینی چیزی به من ندادن. یه دونه به قول مثل گفتم مسکن مرغ، شهرک مجلسی 40 کیلومتر بیرون از اصفهان. آقای سفیری، چیزی در حدود 40,000,000 تومانم به من گفتن 4-5 بحل پول بریزم. آیا منی که منبع درآمدی ندارم چجوری 40-50,000,000 تو 5 جلسه، 4 جلسه یا 10 جلسه بتونم بریزم، وقتی که 4-5 تا بچه کوچیک تو خونمه، محصلم، خودمم، زنم، کراخونه، خرج خونم رو بدم، چی جوری بایستی زندگی کنم؟ اینا هم همش دارن دروغ میگن آقا، بخواد خصوصی سازی بشه یا اینکه خود دولت، هیچ کدوم اینا دست ما رو نمیگیره، یعنی کمکی بخوان بکنه کسی صاحب مسکن بشه. چرا از خودشون باشه؟ آره، هر کدوم 10 تا واحدم دارم. سپاسگزارم بهرام از اینکه اومدین روی خط. بیننده برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا هستین، همراه ما برای ادامه برنامه باشید. با یاسد، بیننده بخش فارسی صدای آمریکا باشید. nazar@voanews.com تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. nazar@voanews.com خانم پرستو از ایران روی خط هستیم، بفرمایید. سلام، وقتتون بخیر. وقت بخیر خانم. برنامه مسکن در ایران مانند برنامه های دیگه، چون یک متولی نداره، دچار تنش ها، سوء استفاده ها، برنامه های خیلی پراکنده میشه که اون هدفی که خدمت رسانی به مردم هست گم میشه. مثل وزارت نفت که اسمش یه وزیر نفت میذارن ولی جاهای دیگه معامله و تجارت نفت میشه. مسکن هم یک وزیر داره ولی متولی مسکن در ایران نیروهای پشت پرده‌ای هستن که با
قدرت های بزرگی که ثروت های بالایی رو حتی از بانک ها به عنوان انبوهساز میگیرن، سرمایه ها و درآمد های خیلی کلانی رو از بودجه مردم میگیرن، ولی صرف و اختصاص درآمدزایی برای خودشون میکنن. هیچ وقت توی ایران بنا نبوده که به مردم سطح پایین نفعی برسه در این 37 سال، چرا که ما یک دولت داریم، یک حکومت، یک سوم درآمدهای کل کشور مال دولت با 80 میلیون جمعیت و دو سوم درآمدهای مملکت مال اون نهادهایی هستش که نقشی ندارن از نظر اجرایی. ببینید، من هفته پیش در روزنامه همشهری مقاله نوشته شده بود که آقای قالیباف به همراه هیئت همراهش پا میشه میره مسکو، اونجا جلسه‌ای در مورد مسکن و شهرسازی میذارن. آقای قالیباف نقشش یک شهر داره، بنا نیست بشینه در مورد مسکن ایران و روسیه تصمیم بگیره. وزیر مسکن و هیئت دولت هیچ نماینده‌ای در این جلسه نداشتن. آقای قالیباف کسی است که در تهران خودش داره پروژه های بزرگ مسکن اجرا میکنه و پروژه های سرمایه‌زا برای یک نهادهای خاص. پس این پروژه هایی که باید مردم رو سرویس بده، مردم رو از این فقر بیرون بیاره و واقعا یه حمایت جانبی داشته باشه، به عهده وزیر مسکنه. به عنوان یک نهادی هست که وزیر داره و دولت باید مجریش باشه. من حالا نمیخوام به نقصای آقای احمدی نژاد کاری ندارم، ولی پروژه مسکن مهرش خیلی نقایص داشت، ولی هدف هدف خوبی بود، هدف مناسبی بود که مردم بتونن با یه حداقل امکاناتی به یه سری سرپناه ها برسن. ولی این پروژه انقدر کارشکنی شد بعدها توش که به زمین خورد. حالا خیلی هم ضعف داشت، خیلی هم ناپختگی داشت، عدم تخصص هم توش بود، ولی هدف هدف خوبه که یک مردمی مثلا یه نفر تو مشهد نره چشمشو بفروشه به خاطر اینکه بخواد یه سرپناهی برای زن بچهش درست کنه. ما رفتیم تو نیکاراگوه و ونزوئلا درمانگاه و ساختمون و مجتمع های مختلف. ممنونم خانم پرستو، سپاسگزارم از اینکه میایین روی خط و نظرتون رو میگین. اما اجازه بدین که ببینیم آمار چی میگه. در سال 1390 دولت آماری رو منتشر کرد و مدعی شد که تعداد خانه‌های موجود در ایران با تعداد خانوارهای ایرانی سر به سره، یعنی اینکه در واقع تعداد اینها با هم برابره. بنابراین به نظر میرسه که مشکلی در مورد مسکن وجود نداشته باشه. و البته یک جشن بزرگ هم گرفتن، این در زمان آقای دولت آقای احمدی نژاد بود. حالا سوال اساسی اینه، یعنی سوالی که پیش میاد در چنین مواردی، به نظر شما آیا این آمار درسته؟ اگر درست نبوده، چرا ظرف سال بعد از اون قیمت مسکن برای خرید یا اجاره 140% افزایش پیدا کرده؟ به این پرسش ها کیا باید پاسخ بدن؟ این افزایش ها و این تورم لجام گسیخته که طبقه متوسط و طبقه رو به پایین رو به شدت تحت فشار قرار داده. اجازه بدین سری بزنیم به اینستاگرام برنامه. در اینستاگرام برامون نوشتن که روزی روزگاری وعده آب و برق و مسکن مجانی داده شد، البته در مقابل بدمسکن‌های جامعه، در مقابل بدمسکن‌های جامعه عددی محدودی هم خیلی خوشمسکن هستند. به فرموده امام علی علیه السلام کاخی بنا نمی‌شود مگر اینکه در کنار آن کوخی فرو ریزد. نه تنها مشکل مسکن، بلکه کل مشکلات اقتصادی جامعه با توزیع عادلانه ثروت در بین مردم از بین خواهد رفت. و همینجور برامون پیغام گذاشتن: خیلی تأسف بار که با داشتن بیش از 1.5 میلیون متر مکعب خاک ایران در کشور مردم صاحب زمین و مسکن نباشن. البته وسعت خاک سرزمینی یک کشور دلیل بر مشکل نداشتنش نمیتونه باشه. ایراد بزرگ به نظرم تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ و از همه بدتر کار درآمد و پسنداز برای خرید خانه. در تمامی کشورهای پیشرفته اول کار فراهم میکنن، بعد بقیه موارد تا خانواده تشکیل بشه. و همینجور برامون نوشتن: اینجا همه چیز با هم رو به بدی رفته، فقط مسکن نیست که رو به بدی رفته. ایمان از اصفهان با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. سلام، خسته نباشید جناب آقای تفیری. بفرمایید. بله، ما تو ایران همه خونه داریم به قول آقای نوری، فقط اجاره تنگی میدیم. امروز که میریم برای 6 نفر آدم توی خونه 90 متر زندگی کنیم، 80 متر زندگی کنیم، با برج 600 تومن اجاره. همه امون هم خونه دارن، همه شون خونه دارن، آقازاده همه شون خونه دارن میدن با ما اجاره 600-700 تومن میتونن که داشته میتونن. چون آقای نوری انقدر گفته همه خونه دارن و ما یه خونه دارن تو اطراف شهر مرکز اصفهان. ما
نزدیکترینش به اصفهان 20 کیلومتر 15 کیلومتر 20 کیلومتره. بعد گیان ببین الان روز که من جواب ده 5 تا 22 بهمن رد شده قرار تحویل بدن. هنوزم که حالا انقلاب محض تحویل میدن به ما. بله همه مسکن دارن. اصلا مشکل مسکن نداریم که بابا بنده خدا بیان ببینن الان چه جوری دارن مرد زندگی میکنن. الان 6 نفر آدم توی خونه 80 متر زندگی میکنن. با برج 600 تومن 5 میلیون پیش. بعد مسکن یه خیلی بعد مسکن تر. یه جوون جو رفته میکنه بره فهم بسونه به بردی شیطا 700 تومن اجاره بده و حقوقش برج 800 تومنه. وقت کسی میتونه اصلا ازدواج کنه؟ کسی میتونه تشکیل خانواده بده؟ ممنون های سفیری لطف کرد. ممنونم که ایمان اومدی روی خط. احمد هم از تهران روی خط. این بفرمی. سلام علیکم آقای سفیری. سلام بر شما. ممنون. راجع به برنامه‌تون که وضعیت مسکنی می‌خواستم خدمتتون عرض کنم، در تمام شهرهای ایران مسکن مه ساخته شده مثلا. بله. اما این پروژه‌ها 70% ناتمام مونده و کسانی که پول دادن بلا تکلیف موندن. پرند یکی از این پروژه‌های بزرگه که همینجور مونده. فاز 6 کوزو، کیسون و خیلی‌ها، حتی سفکاری آن ناتمام مونده و پیمانکارا یا کم آوردن و یا فرار کردن و هیچ امکاناتی وجود نداره. همه شهرها اینطوره. همه پروژه ها دست بزرگان که اقتصاد کشور را پلاس کردن و هیچ کس دلسوز مردم نیست، مثل احمدی نژاد که رجب اردوغان زد و بند کرد و فامیل درجه یک اردوغان به نام محمد کوزو پول هنگفت رو از این کشور برد. آقای احمد اجازه بدیم من نکته رو خدمتون توضیح بدم. لطف کنید از اسامی استفاده نکنید، میتونید نقد بکنید ولی وقتی از کسی اسم میبرید بفرمایید. من تو از همین دزدان اقتصاد من دارم میگم. بله. دزدان اقتصاد که اقتصاد ما رو به این روز انداختن، مسکن ما رو به این روز انداختن. به نظر شما ببینید، به نظر شما از مسکن مهر نام بردید، به نظر شما مسکن مهر اگر که ادامه پیدا میکرد آیا موفقیت آمیز بود؟ خب برای اینکه این مسکن مهر تو بیابونه، هیچ امکاناتی نداره. توجه کردید؟ هیچ امکاناتی نداره مهر. وقتی بیابونه هیچ امکاناتی نداره، چه نیازی داشتیم ما به این مهر؟ مهری وجود نداره، اصلا نامهره. این اینه که اقتصاد ما رو فلج کرده. بله ممنونم احمد از اینکه اومدی روی خط. آقای روحانی بعد از اینکه در انتخابات پیروز شد یک گزارش 100 روزه منتشر کرد، احتمالا میتونید اون رو در یوتیوب ببینید. اونجا به نکته بسیار مهمی اشاره کرد، گفت که پایه پولی کشور اگر 100,000 میلیارد تومان یک رقم اینچنینی باشه، آقای دولت آقای احمدی نژاد بیش از نزدیک به 2/3 اون رو در بخش مسکن سرمایه گذاری کرده و در واقع ضربه‌ای که به این بخش زده، ضربه‌ای که به پایه پولی کشور زده شاید کم نظیر باشه در طول تاریخ. آقای اعظمی از قوچان روی خطین. بفرمید. بفرمید آقای اعظمی. سلام جناب سفیری. سلام بر شما. خسته نباشید. ممنون. عرض شد خدمت شما که علت گرانی مسکن و اینکه واقعا یه تعدادی بد مسکن هستن چند تا چیزه. بله. یکی گرفتن مبالغ زیاد توسط شهرداری ها جهت دریافت پروانه. من خودم بله. به شخص الان 34 سال مستأجرم، ولی به لحاظ این که واقعا پول زیادی شهرداری بابت مسکن پروانه و نظارت از من میگیری، به هیچ عنوان حاضر نیستم مسکن بسازم حتی قدرت چند داشته باشم. این یکی از اخلاقیات قدرت اخلاقی من دارم که با این مسائل شدیداً مبارزه میکنم. این یک مورد. مورد دوم، ببین یه مدت میامدن به قسمت های از به بافتای فرسودی شهر وام های 4% میدادن. در همین شهر قوچان تمام بافتای فرسودی شهر همه ترمیم شد. پروانه بدون گرفتن پول پروانه میدادن و با بهره 4% تمام بافت فرسودی شهر قوچان همه ساخته شد. ولی نمیدونم چی با سیاستی به کار بردن و این مسئله رو قطع کردن. علت اصلی ترین مهمترین قسمت اینجایه. فرقی که مسکن میسازه بعد حساب میکنه این مسکن میخواد بفروشه و این وسط درآمدی در بیاره. وقتی میخواد اینو بفروشه میبینه بهره پولیش چیزی که میخواد بفروشه زیر 20%
15% براش مونده. مثلا 100 میلیون گذاشته، براش 10 میلیون بیشتر نمونده. با خودش میگه خب چرا من این کارو بکنم؟ همین پولم برم بذارم بانک مسکن، بانک هر بانک هر صندوق بزنم حداقل 20% به من بهره میدن. چند درصد؟ آقای قوچانی، آقای عظمی چند درصد بهره میدن؟ جان؟ چند درصد فرمودین بهره میدن؟ سود میدن؟ حداقل 22%. حداقل 22%. بله. وقتی میاد تو بخش صنعت، مسکن، تجارت، کشاورزی، تولیدی، در هر کاری که استفاده میکنه به 22% نمیرسه. بعد همه ملت ایران از همون کسی که 1 میلیون تومان داره مبره میذاره در یک بانک، پس صندوق داره بهره میگیره. چرا بیاد بر بخش تولید، در بخش مسکن سرمایه بذاره که ارزش مسکن روز به روز بیاد پایین و رونق جامعه بیکار بیفته؟ علت اصلی تمام مشکلات جامعه ما فقط رباخاری که صندوق ها اما دولتی و غیر دولتی در این زمین استفاده کنند. متاسفانه مسئول نظام خود شده مثل کپ کردن زیر بس و هیچ موقع حرف مردم رو نمیشن. شاید شما خودتون در جریان باشین، شاید من 10 مورد در همین مسائل صحبت کردم که علت اصلی هر رکود جامعه ایران فقط به فقط رباخاری و وسلام در همین بس. ممنونم آقای اعظمی از اینکه اومدین روی خط. بیننده برنامه روی خط هستین، تا آغاز نیمه دوم برنامه هم همراه ما باشید. instagram.com خط مورب VOA فارسی همراه صدای آمریکا با اینستاگرام. من فکر میکنم دولت مقصره و روابط بر و ضوابط حکم میکنه مقصره. چرا باید یکی 30,000 تا آپارتمان داشته باشه، یکی باید داری چادرنشینی باشه، کارتون خواب باشه؟ دلیلش چیه؟ و خونه های سازمانی هم که داده میشه، اون شخصی که سالهای سال برای دولت کار میکنه، 30 سال یا 20 سال کار میکنه، باید مجبور بشه ترک خونه در اول پیری اجاره نشینی. این دلیلش چیه؟ اون از خونه های سازمانی که داده میشه به دولت، کارمندای دولت. اون از خونه های ملک که باز همه کس توانایی خریدش رو ندارن. اون از اجاره نشینی که سال به سال باید برن بیرون. اون از خونه های گران قیمتی که دست یک عده و هزاران هزار آپارتمان در ایران و سراسر کشور خالیه. جریان چیه؟ این پس برمیخوره به ناعدالتی دولت و ناآگاهی دولت. با عرض تشکر، مرسی. بله، نقد رفتار دولت یا اون که نادیده گرفتن مشکلات اقتصادی و اجتماعی هم یکی از مواردی که در اینجور بحثا پیش میاد. بعضیا میگن چرا ایران و پیمانکاران ایرانی در سوریه و یا در کشورهای دیگه خونه میسازن اما در ایران نه؟ مقامات سابق گفته بودن که خونه سازی در سوریه و دیگر کشورها رو توسط بخش خصوصی ایران عرض به کشور میاره و از این جهت اولویت داره. حالا سوال اینه چرا بخش خصوصی ایران ترجیح میده ثروت خودش رو در خارج از ایران به گردش بندازه؟ سوریه در 37 سال اخیر میلیاردها دلار وام بلاعوض ایران دریافت کرده. آیا واقعا خانه‌سازی در این کشور ارز به ایران سرازیر کرده؟ شما چی فکر میکنید در مورد چنین مناسباتی، در حالی که وزیر مسکن راهسازی و مسکن میگه که 18 میلیون بدمسکن داریم، 11 میلیون حاشیه نشین، 7 میلیون هم در داخل شهرها به تعبیری در شرایط بسیار دشواری قرار دارن. اجازه بدین سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی که برامون در فیسبوک پیغام گذاشتن. چرا میگیم بدمسکن؟ کلن بگین خیابون خواب، کارتون خواب، پارک خواب و چادر خواب، شاید اینجوری مشکل حل بشه. بعد همینجوری داریوش برامون پیغام گذاشته دروغه، بگو 50 میلیون. این آمار بازم فاجعه بارتره و رسمیه. و همینجور عباد برامون پیغام گذاشته البته قیمت مسکن در تهران، شیراز و حتی شهرهای نچندان بزرگ در برهایی از زمان به سرعت نور میره بالا و اگر بگیم یه آدم معمولی 90 سال با قیمت 3-4 میلیونی صاحب یک ملک میشه، شدنی نیست. یعنی در واقع مثل این مونی که به یک آرزوی قراره برسه نمیرسه. اما وحید جعفری برامون در فیسبوک نوشته ناگفته نمونه جمهوری اسلامی خانه های خوبی برای مردم لبنان، فلسطین الهم ساخته و الحمدلله مشکل بیمسکنی برای اونها رو ریشه کن کرده. و
همینجوری نسرین برامون نوشته که نگران نباشید، در ازای بینوایان بیمسکن کم نیستن اونهایی که در قصرهای آنچنانی با ثروتهای غیر قابل تصور و شمارش خوش میگذرونن، به خصوص جمعی اختلاسگران. نظراتی است که شما گذاشتین در فیسبوک، نظرات بینندگان و دنبال کنندگان برنامه روی خط هست. آقای یکتاز از خوزستان روی خط هستین، بفرمایید. سلام آقای شفیع، سلام بر شما. با سلام به شما و دوستان عزیزتون بینندگان محترم. والله قدر بزرگتون که مسکن تو ایران شده یه داستانی، یک کلاف سردرگمی، مافیا از زیر و رو. من نمیدونم اینا دولت که میخواد این لطفی به این مردم بکنه، این لطف رو با چنان منت و چه نمیدونم، این مردم هم مثل خارج از چیز اصلا جز به خودشون نمیدونن این مردم ها. مثلا میگه سردمه، یه پیره میدن که مثلا از پشم شیشه باشه، تنت حتما باید تیکه تیکه بخواه. خب مردم دیوونه کردن، زوانی کردن. من خونه نمیخوام آقا، من خونه نمیخوام، کیه باید ببینم؟ تنها چیزی که تو ایران به همه مساوی رسیده، به همه تقسیم مساوی رسیده، بدبختیه. با افسردگی، با فکر، زرش، این مساوی به همه دقیق رسیده. اومدن خونه ساختن، مسکنه نه ساختن تو جاده دالخویه، دیالغوزآباد 60 کیلومتر بیرون شهر. آقا من نمیدونم، فکر نمی کنن یا با شعور مردم بازی میکنن، من نمیدونم. من دارم صحبت میکنم، من مسکن نمیخوام. اینو فکر نکنید مثلا دولت الان ناراحت نشه، فکر کنم دارم. ببینید آقای کتاز، به نکته مهمی اشاره کردین. در داخل شهرهای بزرگ اگر که بخوان که در واقع مکان یابی کنن برای ساختن مسکن های مثل پروژه های مثل مسکن مر، این به سرعت به افزایش قیمت ها منجر میشه، مگر اینکه دولت بخواد یک کاری بکنه. دومین نکته این وجود داره که در مورد مسکن مر اشاره میکنن مکان یابی ها اشتباهه و اینکه امکانات اولیه تخصیص داده نشده. یعنی به نظر شما اگر امکانات فراهم بشه، مثل امکانات حمل و نقل، مثل امکانات رفاهی و بهداشتی و آموزشی، آیا مسکن مهر نمیتونه پروژه موفقی تلقی بشه؟ چرا میتونه؟ ولی نه با سازه های آجر و آهن. سازه های آجر و آهن جواب نمیده، از طریق مثلا سازه های چوبی. الان کشورهای بزرگ همه از سازه های چوبی استفاده میکنن. شما هم تو کشور خود آمریکا، کشورهای برزیل نگاه کنید، مثلا از کانتینر مانند چوبی خیلی بزرگ. نه ببینید آقای یک کتاز، ببینید ما در مورد نحوه مصالح ساختمانی در ایران صحبت نمی کنیم. اگر که مایل هستین که نظرتون رو سریع جمع‌بندی بکنید در خدمتون هست. بیاد اگر ارزون در بیاد برای مصرف کننده، دولت هم اینجا دیگه به اصطلاح زیاد فشاری نمیاره، فقط میمونه زمینش. زمینش که ارزون برای مصرف کننده در بیاد و طریقه ساختارش. خب شما یه سخونه یه طبقه با اندیف یا چوب فشورده که ساخته بشه، این زلزله که زمین هم زیر رو بکنه، خونه میفته نه چوبه، سبب هست. طرز ساخت و طرز استفاده از تکنولوژی خیلی مهمه. ما خیلی نیاز داریم به تکنولوژی، خیلی ممنونم. خیلی آقای یکتاز از این که اومدین روی خط. حسین از شاهبهار با اسکایپ روی خطیم، بفرمایید. سلام آقای سفیری، خسته نباشید. ممنونم. ما تو این مملکت وضعیت مسکن خوبی نداریم آقای سفیری. بله. من خودم به عنوان یک جوان الان اومدم اینجا کار کنم چابهار. بله. یعنی مقیم چابهارم. خدا وکیل نه کار داریم، اصلا هیچ امیدی تو این کشور وجود نداره. ما الان 4 تا داداشیم تو خونه، هر 4 تا بیکار. اگه هم خیلی هنر کنیم کار گیر بیاریم، ما 1,000,000 تومان اینجا یک مسکن حداقل 100 تومان در میاد. یعنی خریدش 100 میلیون تومان؟ آره خیلی هم بیشتر. تازه جای ارزونه. اجاره چیه؟ اگه بخوایم یه خونه رو رن کنیم باید 10 تومن مثلا پول پیش بدیم، با برجی تقریبا 600-700 تومن. از کجا بیاریم؟ پول آب و برق و اینا هم هست. خودم الان 24 سال سن دارم، خیلی هم دوست دارم ازدواج کنم، ولی با این شرایط اصلا نمیتونم. چه جوری؟ با چه امیدی؟ با چه درآمدی؟ امیدی نداریم تو این کشور.
نمیدونیم چه کار کنیم. ممنون که اومدین روی کار. ممنون که اومدین روی خط. محمد از اهواز روی خطین، بفرمایید. الو سلام علیکم. سلام باشید. بفرمایید. من نظرم به دولت یه پیشنهادی دارم. اول اینکه دولت برای اینکه این مشکل مسکن حل بشه باید یه بودجه مناسبی رو برای یه منطقه‌ای در هر منطقه که باشه تعیین بکنه، خانه سازی انجام بده، خانه‌ها تکمیل که شدن، آماده ساختن که شدن، بعد از اتمام ساختن اون خونه‌ها رو تحویل مردم بدن. به این شکل باشه که مردم وارد خونه بشن. به فرض مثال یه خونه که شما دولت 20 میلیون هزینه کرده بیاد بگه آقا من این خونه رو 25 میلیون به شما میفروشم. به این شکل دیگه کسی مشکل خانه سازی یا که بخواد زمینی داشته باشه بسازه، یا اینکه پول تو این پروژه‌ای هستن که خانه سازی میای طرح میذاری 5 میلیون اول میدی 25 میلیون بعدم میدی که بخواد خانه سازی بشه، هم معطلی داره، همین که اعتماد مردم کم شده دیگه تو این وجود نداره. شما مثلا دولت بیا یه خانه‌های آماده بکنه، خانه سازی بکنه، مشکل رفاهیشون رو حل بکنه، آماده جاده سازی و مکان رفاهیشون رو آماده انجام بده، بعد تحویل مردم بده. طرفی که من که میخوام مشکل خانه دارم بیام تو اون خونه میشینم، به ورز 20 میلیون دولت رو این خونه هزینه کرده، 25 میلیون من این خونه رو از دولت میخرم. به همین شکل که من بخوام به پول پیش خونه بدم یا بخوام اجاره خونه بدم، میام میدم به دولت. این و نه پول رباخاری میشه، نه اینکه من علاف میشم و اعتماد مردم هم میره بالاتر. و اینکه از لحاظ بخش خصوصی لحاظ چی؟ بخش خصوصی چی؟ فکر نمیکنه اگر بخش خصوصی نقش بیشتری رو بازی بکنه مشکل مسکن هم بتونه حل بشه؟ بخش خصوصی من فکر نمی کنم، بخش خصوصی من تمرکز نمی کنم، چرا که ما شده از خودمون یا نزدیکانمون بخش خصوصی رفتن معطلی بسیار شده. مثلا من خواهر خودم تو 8 سال 10 سال این خانه سازی بخش خصوصی بوده که طرح بوده، این هر ماه یا سال یا سه ماهی می رفتن پول می ریختن که این خونه آماده بشه و مشکلات زیادی هم تو مسیرشون بود. ممنونم محمد از اینکه اومدی روی خط. امیر هم از اصفهان روی خطین، بفرمایید. الو سلام آقای صفی. سلام بر شما. وقتتون بخیر. وقت بخیر. آقای صفی از کم خدمتتون، این آقایی که میگه مشکل نداره راست میگه، این واقعا میدونین چیه؟ چون ما اصلا در مورد خونه دار شدن نمیتونیم فکرش هم بکنیم که بخوام مشکل حسابش بکنیم. اینو راست میگه. اما اول خب باید بگید یه شباهتی داشت به جو گفتنش. در مورد بخش خصوصی که فرمودین، بخش خصوصی های سفیری بزرگترین اشتباهیه که مسکن مهرو بخوان بدن بخش خصوصی. چون اولا این حرکتی که انجام شد تمام تورم و تمام زدن از مساله و تمام مشکلاتی که تو این مسکن مهر پیش اومدن بخش خصوصی بودن، یعنی تورم خودشون می اومدن مثلا 7-8 تا 10 تا واحد رو می‌خریدن چون وضعیت مالی خوبی هم داشتن دیگه. بعد می‌خواستن همین رو بفروشن به مثلا من کم بذار که حالا با دو تا فرزند یه خوابه هم نمیتونم بخرم. این از این. اما به نظر من اگه خود دولت این مسکن مهر رو اداره بکنه، به خصوص برای افراد کم بذار، اگه اینو اداره کنه مثل من تا اونجا کشیدم کشور اروپایی، حتی به پناهندگان هم داره مسکن میده، این بهترین راهه. چون بخش خصوصی در ایران به هیچ عنوان نمیتونه موفق باشه. امیر اگر موافق باشی، ممنونم که اومدی روی خط. برنامه رو دنبال کن. یکی از بینندگان امیر از تهران میگه که در بخش مسکن فعالیت میکرده، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلام بر شما. حالتون خوبه قربان؟ ممنون، بفرمایید. من هم سازنده هستم هم دفتر املاک دارم. بله بفرمایید. خودتون رو عرض کنم راجع به مسکن مهری که شما میفرمایید دوستان میان، یا خیلی دوستان میان که میگن آقا همه مسکن دارن، من میخوام واقعیت رو روی آنتن اعلام کنم به سر و سر دنیا. بفرمایید. روی این بار ما درست مسکن دارن یه عده‌ای خیلی غنی هستن، ولی حقیقتا دوست عزیز با توجه به که من 20 سال کارم ساخت و سازه، 20 سال دفتر املاک دارم، خیلی ها منو میشناسن، شاید بگم در حدود 30% از مردم مسکن ندارن.
30% از مردم ایران مسکن ندارن. ممکنه یه آقای غنی سرمایه دار 20 تا واحد داشته باشه، برج داشته باشه، پروژه های گردن کلوپ داشته باشه. باید ببینیم اینا از کجا بودن. مسکن های مهری که این آقایون ساختن بدون کار کارشناسی، بدون اینکه زیر ساخت ها درست باشه، فکر اکوسیستم باشن، فکر منابع ملی باشن، فکر نمیدونم تامین آب و برق و گاز، فکر جایی که مثلا بچه‌های مردم بتونن بازی کنن، اصلا تراکم ترافیک به وجود آوردن. آقای امیر، شما که میفرمایید در هر دو بخش، در بخش مسکن فعال هستین و یه تجربه 20 ساله دارین، واقعا مشکل مسکن رو چجوری میشه حل کرد؟ عزیز من، کار کارشناسی باید بشه. کار بله. کارشناسی به مدت مثلا 100 سال آینده رو دید، نباید امروز دید. ما بفرمایید. ما درست مملکت ما 1,648,198 کیلومتر مربع وسعت داریم. ما کوهامون به درد میخوره، صدامون به درد میخوره، تمام منابع طبیعیمون به درد میخوره، منابع مالی و آبیمون به درد میخوره، کشاورزی ما نابود شده. مثلا به بخش مازندران که مراجعه میکنید، بدونی که بیان به اصطلاح به کشاورزی برسن، تمام مازندران و آقایون برداشتن به صورت ساخت و ساز، ویلا، دوپلکس، تریپلکس، به خاطر خوشگذرونی، به خاطر که یه پولی به دست بیارن. خود دولت مقصره، خود منابع ها مقصرن، خود شهرداری ها مقصرن. فقط جواز صادر میکنن. تمام زمین های کشاورزی مثلا مازندران که قرار برنج بکارن، ما برنج از پاکستان وارد نکنیم، تمام اینا رو نابود کردن به خاطر که آلونک بسازن، بزن مردم برن اونجا مثلا لب ساحل. ما ساحل خیلی قشنگی داریم تو ایران، بهترین ساحل دنیا رو داریم. ببین عزیز من شاید میخوام صحبت کنم، 24 ساعت میتونم صحبت کنم. واقعا دلدردآوره، آدم جای نگرانی داره برای نسل‌های آینده این مملکت. مسکن ندارن مردم. یا آقای نوری میاد از همدان خط میگه همه مسکن دارن. حرف این دوستان اسپانی رو شنیدن همه. واقعا مردم در مضیقه هستن. آقای ممنونم که اومدین روی خط و کمک کردیم به برنامه. بیننده برنامه روی خط هستیم، به سرعت زمان سپری میشه، همراه ما باشید تا پایان برنامه. آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا. این مسئله مسکن 30 ساله که وجود داره و این برنامه هم که گفتند که تعداد مسکن با تعداد خانواده یکیه، من قبول دارم، چون خودم اکثر جاها رفتم دیدم درسته. منتها یک کسی میخواست که بتونه اون زنگوله رو گردن گربه ببنده. بله، باعث میشه اگر بی خانمانه بزنن توی آپارتمانه خالی که تو هر شهری هست پر میشه و اونا بی خانمان نمیمونه، ولی اونی که داره با پولش داره کار میکنه اون نمیده. دولت باید یه کاری بکنه که اون نتونه خونش رو نگه داره، یعنی ظرف 3-4 سال مجبور بشه تبدیل دولت بده. اون تیتم که تو هر خونه هست مقدار اجاره که میده بکنن جز قسطش، یه قیمت عادلانه دولت رو داره روی خانه ها، اجاره خونه رو بکنه قسط، به صاحب خونه بشه اگه بتونن این کار رو بکنن. مسکن مهر هم ایدهش ایده بدی نبود، ولی درست انجام نمیشه. مثل اکثر چیزی که توی مملکت هست، اصلش خوبه ولی عملا یه چیز بدی در میاد. متشکرم، خدا حافظ. داریوش از لندن با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. ممنون، بفرمایید. عذر میخوام آقای سفیری، من وقتتون رو زیاد نمیگیرم، فقط خواستم بگم که اگر واقعا برای این برنامه، برای اینه که وضعیت مسکن یا هر موضوعی شما دارین بهتر بشه تو ایران، به نظر من اگه شما چند تا کارشناس بیارین که صحبت کنن که مردم چه کارهایی میتونن بکنن، دولت جمهوری اسلامی میتونه چه کار کنه که وضعیت مسکن بهتر بشه، خیلی بهتر تا
اون کسایی که هیچ مهارتی ندارن. ببینید ما ممنونم از پیشنهاد شما، بله اینم نکته ایه که نیاز به توضیح هم داره. ما دو نوع برنامه در رسانه ها میتونیم داشته باشیم، یکی برنامه ای که کالینگ شو، زنگ بزنن بینندگان نظراتشون میگن، مثل برنامه روی خط، و یکی هم که تاکینگ شو که کارشناس ها در واقع میشینن در مورد اون سوژه ها حرف میزنن. برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا در مورد این هستش که بیننده ها بیان نظر خودشون رو بگن، کسانی که از نزدیک با برخی از مشکلات درگیر هستن و یا اینکه تجربه های مفیدی وجود داره که اونا تجربه کردن، حتی از کارشناس بالاتر، کسانی که باش درگیرن. برنامه افق برنامه‌ای هستش که از صدای آمریکا پخش میشه 4 روز در هفته، دوشنبه تا پنج شنبه، برنامه کاملا کارشناسی. علاوه بر اون صدای آمریکا برنامه‌ای به نام برنامه سرمایه داره که روزهای سه شنبه پخش میشه. شما میتونید اون رو هم با سوژه‌های اقتصادی و کارشناس محور، ما در مواردی که لازم باشه از دیدگاه‌های کارشناسی حتما استفاده می‌کنیم در برنامه روی خط. ممنونم که به ما در واقع تذکر رو دادید. ممنون از پیشنهاد شما. رضا از کرج روی خطین، بفرمایید. الو سلام. سلام بر شما، صدای تلویزیونتون هم لطفاً کم کنید. شب عالی بخیر. بفرمایید. روز عالی بخیر، ببخشید اینجا شبه. بفرمایید. خواهش می‌کنم. بنده از کرج هستم و کارم املاک. بله. اگر که راهکار بخوایم بدیم برای بهبود مسکن، در گذشته عرض کنم دولت هر کارمندی که استخدام می‌کرد تا 5 سال که این کار میکرد یه وام مسکن براش میذاشت و میرفت و مسکن و ازدواج و برحال زندگیشو میکرد. ولی متاسفانه بعد از انقلاب این از بین رفت. در درجه اول ببینید پول تو جامعه از طریق دولت تزریق میشه، هیچ کسی پول چاپ نمیکنه، از طریق دولت تزریق میشه، از طریق حقوق کارمندا و طرحهای عمرانی، و این دولته که باید این نظم رو برقرار بکنه. ملت هیچ گونه نمیتونن نظم رو برقرار بکنن به دلیلی که هر کسی منافع شخصی خودشو میبینه و چون منافع شخصی خودشونو میبینن به این نتیجه نمیرسیم. هر لحظه شما ببینید از سالهای گذشته که من یادمه که فرض بفرمایید توی کرج ویلایی بوده 250,000 تومان، هر چند سال یک بار قیمت ها رفته بالا تغییر کرده. بله. روز به روز قیمت تغییر کرده، هر سالی که گذشته 3 سال یک بار. اگر بخواین یک پیشنهاد بدین که مشکل مسکن بشه قابل حل باشه حداقل در کوتاه مدت یا از این بحران در بیاد، چی میگین آقای؟ خب شما که میدونید وام مسکن 80% وامه، نه اینکه 20%. بله. وام 80%. اگر کسی که در امریکا هم همینطوره، در کل دنیا اینه، وام مسکن یعنی 80%، نه اینی که 20%. ما با چه درصد بهره ای؟ توجه فرمودین که یک کارمندی که مای الان پای حقوق ایران رو هم 600,000 تومان یا حالا 700,000 تومانه، یک شخصی که میاد با 700,000 تومان میخواد حقوق بگیره، حالا فرض بگیریم که یک دیپلم تازه سربازی رفته، دیپلم گرفته اومده مجرد میخواد کار کنه، در گذشته 1,200 تومان حقوق میگرفته، میگفتن آقا 5 سال این آقا داره کار میکنه، ماهی 1,200 تومان، ماهی 1,000 تومانش که بذاره کنار 60,000 تومان پول داره. یعنی در واقع درآمد با مخارج، درآمد با مخارج در واقع خانان نیست. ممنونم که اومدین روی خط. ممنونم. محمد هم از تهران روی خطین، بفرمایید. جناب سفیری سلام. سلام بر شما. وقت بخیر قربان. بفرمایید. بنده به عنوان یه مشاور که حدود 35 سال در تهران به اصطلاح فعالیت مسکن دارم، با توجه به همکارای عزیزمون که آقای رضا از کرج و آقای امیر از تهران نظرشون رو اعلام کردن، واقعا یه مقدار از مشکل مسکن رو عنوان کردم. ولی مشکل مسکن با این شرایطی که الان دولت پیاده کرده به هیچ عنوان به اصطلاح موقعیتی نیستش که بخواد این مشکل رو بتونه حل بکنه. چرا؟ چه شرایطی ایجاد کرده دولت؟ ببین الان مثلا یه سازمانی به عنوان مسکن مهر ایجاد کرده. بله.
مسکن مهر به صورت دولتی قرار شد که به افراد مستضعف با وام بهشون مسکن بدن. درست؟ اگه دولت واقعا میخواد برای افراد مستضعف مسکن ایجاد بکنه و بهشون فشار نیاره، باید خودش مستقیما با افرادی که واقعا کارشناس هستن، انسان هستن، بیان نظارت بکنن. دولت الان تمام مساله ساختمانی از گچ و آهک و آهن و آجر و سیمان و معدن ماسه و همه این مساله در اختیار داره، همه این مساله در اختیار دولت. دولت میتونه اینو روی برنامه‌ریزی درست در اختیار یه سری مسئولین با وجدان قرار بده که نظارت بکنن روش، که این مساله به قیمت دولتی یه ساختمونی ساخته بشه به افراد مستضعف ارائه بشه. ولی متاسفانه دولت این کار انجام میده، این مساله را ممکنه در اختیار این افراد بذاره، ولی کسانی هستن این افراد که اینا خودشون سازنده نیستن، اینا برنامه ریزی رو تحویل میگیرن میدن دست یه افراد دوم، دوم میده به سوم، سوم میده به چهارم، یعنی در واقع واسطه گری. بله واسطه گری. ممنونم، چون فرصت برنامه رو به پایانه، از شما عذرخواهی و تشکر میکنم. آقای عبازری از سیرجان روی خطی، ما تقریبا یک دقیقه فرصت داریم، بفرمایید. آقای عبازری بفرمایید، صدای منو میشنوین؟ آقا الو، بفرمایید. ببخشید آقای سفیری. بله بفرمایید. آقای سفیری، در مورد صحبتی که آقای نوری فرمودن همه جا خونه و زمین اینا هست، من خودم فرزند آزاده 8 سال اسیر، 50% جانباز بودم، رفتم چند جا بابت زمین و اینا گفتن فعلا به شما تعلق نمیگیره و اینا. بعد زمین خواهی در شهر سیرجان خیلی بیداد میکنه، 250 زمین تو آشید 200 میلیون، مرکز شهر 1 میلیارد، یعنی تقریبا شده هم قیمت تهران. زمین خواهرا انگوش شمارند، همه ادارات شناخت کافی رو اینا دارند، ولی متاسفانه هیچ کاری نمی کنن، همه دستشون توی کاسه. ممنونم آقای عبازری. و با تلفن آقای عبازری و دیدگاه نظری که دادم، برنامه امروز روی خط و برنامه این هفته روی خط به پایان میرسه. برنامه روی خط برنامه بینندگان صدای آمریکاست، شما هم میتونید نظر بدین، پیام بذارین برای ما و اینکه بیاین روی خط. تا دوشنبه فردا میتونید خبرها رو از فیسبوک دنبال کنین، عناوین رو و نظرتون رو بگین. تا دوشنبه شبها و روزهای خوشی داشته باشید. صدای آمریکاست.